دوستانیم بدونین که وقتی یه رزومه رو دریافت میکنید از زبان مدیرای منابع انسانی تو ذهن مدیرای منابع انسانی که قرار شما رو مصاحبه بکنن چه حسی ساخته میشه؟ مثلا وقتی یه رزومه پشتش فکر هست، یه رزومه تحلیل شده و نوشته شده، خب احتمالا اولین چیزی که تو ذهن من مدیر منابع انسانی ساخته میشه اینه که این آدم مغزش رو استفاده داره میکنه، فکر میکنه، اهل تحلیله. حالا برعکسش رو نگاه بکنید، یعنی از مغزش استفاده نمیکنه. من میخوام استخدامش کنم برای چه کاری؟ برای اینکه بیاد برای من فکر کنه. شاید یه بار دیگه گفتمش، دوباره تاکید میکنم، کسی که برای خودش فکر میکنه چرا باید برای من فکر کنه؟ و این چیزیه که ماها موقعی که داریم رزومه ها رو میخونیم بهش توجه میکنیم. موضوع دو، مثلا رزومه این که غلط داره، پر از غلط املایی، غلط گرامری و جملات نامفهومه، چی رو میرسونه؟ غیر از اینه که میرسونه که شما یه آدم کم توجه، بدون علاقه به بررسی یه سری جزئیات و نهایی کاری و حتی کیفیت براتون مهم نیست. حتما همینه. کسی که حاضر نشده یه دور رزومه خودشو بخونه که قلدشو بگیره، پس یعنی به کیفیت اهمیت نمیده دیگه، به خروجی کار اهمیت نمیده، دوست داره فقط یه چیزی آماده کنه بزنه بره. اینجاست که خیلی مهم میشه و بعد ما دیگه اون رزومه اون فرد که توش غلط املایی داره رو دیگه اصلا دعوت هم نمی کنیم به مصاحبه، دعوت هم نمی کنیم برای مصاحبه. منو بهتون قول میده. وقتی رزومه ساختار داره، سازماندهی شده، ترتیبش مشخصه، از این شروع شده به اون تمام شده، این نشون میده شما فکر ساختاری یافته دارید، انسان تحلیلگری هستید، نظم و سیستم براتون مهمه و برای ماها جذاب میشه. درسته ممکنه به خودتون بگید یه مشاغل آدمای ساختار یافته نمیخوان، بله هر با شماست، ولی بازم همچنان قدرت یادگیرندگیتون که به ما نشون میده، یعنی شما رفتین ریسرچ کردین، فهمیدین که رزومه چیه و طبق اون فرستادین، یا توی یه دوره آنلاین مثل این شرکت کردین، یا رفتین یه سمیناری دیدین، یا دوره‌ای رفتین اونجا یاد گرفتین، پس نشون میده علاقه من به یادگیری هستید. پس وقتی ساختار قشنگی داره، منظمه و حرفه‌ای طراحی شده، به ما این رو میرسونه که تو آدمی هستی که دنبال بهترینایی، دنبال نتیجه خوبی، دنبال اینه که بتونی رفتار حرفه‌ای تو نشون بدی به افرادت، به اطرافت، پس علاقه من به پیشرفتی. فردی که علاقه من به پیشرفته برای استخدام شدن میتونه فرد مطلوبی باشه. فردی که علاقه من به پیشرفته اهل تلاشه، پشت کار داره. ببینید چقدر چیزا ما میتونیم از رزومه درست در بیاریم. علاقه من به تلاش، اهل پیشرفت، دوست داره موفق باشه. اینا همه جذابیت ایجاد میکنه برای ماها که دعوتت کنیم به رزومه. غلط املایی نداره، ساختار حرفه‌ایه، درست تنظیم شده و پشتش فکره. اینا اون چیزایی است که مدیرای منابع انسانی وقتی رزومه رو میبینن میشینن فکر میکنن و تحلیل میکنن و بعضی وقتا متاسفانه اونایی که توش سوتی داره رو به هم نشون میدن و میخندن. دوست دارین شما جز اونایی باشید که بهتون میخندن؟ میخواید اون رزومه باشه که به همکاراشون میفرستن و میگن بچه ها یه جوک جدید داریم، بیا نگاه کنیم ببینیم چی نوشته، بخندیم توش. و کاری هم نداره ها، کافیه که یک اشتباهاتی مثل این بکنید که تو متن نگارشتون پر از غلط املایی باشه. قول میدم بشین سوژه خنده برای مصاحبه کننده ها. اینو میخواین؟ من مطمئنم شما اینو نمیخواین، چون اگه نه، اگه غیر این بود این دوره رو تماشا نمیکردیم. بریم برای اینکه ببینیم چجوری باید فرمتش رو تنظیم بکنیم.